اگر مقایسه با دوران قبل از امارت بسازیم، ما مثلا در اون دوران فروشات ما بیشتر بود، برای فیلم ما فروشات نداریم. بخاطر از اینکه چون کسایی که به هنر نقاشی علاقمندی دارن و کسایی که میخواین هنر نقاشی را خریداری کنن یا یک تابلو داشته باشن برای دکوراسیون خانهشان، چون نیاز به پیسه است، چون شما خودتون میبینین که وضعیت اقتصاد مردم چندان خوب نیست که بیاید تابلو خریداری کنه. به مخاطر سطح خریداری تابلوهای نقاشی و همچنان فرمایش نقاشی کم ذره کمتر است. وزارت هنر فرهنگ دو سال است که ما شاهد برگزاری جشنواره فستیوال یا جشنواره هنرها در وزارت هنر فرهنگ هستیم که امسال مثلا هم شاهدش بودیم که من خودم از جمله یکی از داوران بودم که در بخش هنر هنرهای تجسمی اونجا داوری میکردم. ما خوشحال هستیم چون مثل نمازی برنامه ها اگر ایجاد شود و همچنان تلاش بریزی شود که یک راه پیدا شود که آثار هنرمندان نقاشی در افغانستان به بیرون انتقال داده شود و اینا ثبت دیتابیس دولت شوند و به دولت بتانه بیشتر برشان کار کنه، خیلی خوب میشه. خب ما خودم از رشته نقاشی فارغ شدیم. دیگه در رشته نقاشی یک نفر که نقاشی را باید یاد بگیره، رسامی را باید بلد باشه، نقاشی با رنگ روغن هم بلد شوه. باز ما کم کم کالگرافی را هم کار کردم، خوشنویسی را، هنر خوشنویسی را هم کار کردم در بیرون از فضای پنتون و همچنان مثلا ما بعض کارهای روی قاب سفال میکنیم و بعض کارهای روی چوب میکنیم، نقاشی روی چوب، نقاشی روی سفال و این چیزایی که در بیرون هست اونا رو ما از بیرون یاد گرفتیم، فقط داخل پنتون ما نقاشی و رسمی رو بلد شدیم. سپاسگزارم، تشکر. تشکر، سلامت باشید.